زنه شوهرش از عالم گذشت، برو 4 فرزند را باقی ماند. تمام تشویش و معمای روزگار را این زن به خود گرفت و در را بروی خود بست و تمام هستیش را به فرزندانش بخشید. چون فرزندانش کوچک بودند، کلانیش حتی 11 ساله هم نبود. بسیار عذاب کشید، روزها کار میکرد و شبها باز آمده خوراک میپخت و فرزندهایش را نگاه بین میکرد. صبح از خواب خسته به مکتب و این طرف و آن طرف گسل میکرد و باز از پس رزق روزی میشد. آنچنان خسته میشد که بیگاه میامد با یک پهلو خوابش میبرد. روز کار میکرد، شبانه تربیه فرزندها. همین طریق روزها میگذشت و ماهها میگذشت و سالها. همه فرزندها به بلاغت رسیدند، کلان شدند. مادر هم به جای رسید. حتی به کلانی آنها نگاه نکرده، باز مادر دائم در کمکشان بود. جای کارشان یافت، آیله دارشان کرد، صاحب خانه و در. وقتی مادر سن سالش از 60 بالا شد، بیمار شد. دکتران علاج کرده نتونستند، تا حدی شد که مادر دیگر جایگاه خواب شد، راه گشتن نمیتوانست، مایوب. بعد فرزندان جمع شدند و با هم مصلحت کردند که به نوبت مادر را به خانه خود میگیرند. طرف سلامتیش بهتر میشد مادر. روزی از سخن ماند، دیگر گپ زدن هم نمیتوانست. وقتی فرزندان خانه خود میگرفتند، دائما کلین ها دغلانه رفتار میکردند و هر گونه گپ ها میگفتند. اما کمپیر همش را میشنید و میدید و همه این را طاقت میکرد. مادری که از خودی تولد تا به خانه دار شویشان در خدمت بود، امروز دستی به دست شد و نوبت به نوبت شد. مادر بیمار را کسی طاقت کرده نمیتوانست. پسرها دائم و بین هم دیگر جنجال بود، تو گیر و من گیر و این گیر. روزه نوبت پسر خردیش بود و تقدیرش همان روز زن و شوهر را به جای تکلیف کرده بودند که اینها رد کرده نمیتوانستند. و با اکی کلانیش زن زده گفت: من امروز بسیار واقعی مهم دارم، با این خاطر مادر را برای تو میبرم. اکش روزی نشد، نوبتی تو از گویان شدن. هر دو جنگ تا حد رسید که بر قصد یک دیگر او گفت اگر بیاری من نمیگیرم، قبول نمیکنم. اما شب بگاه مادر را گرفت و برد به نزد دری فرزند کلانه اکش. هرچند در را می گفت، در را نمی کشادن. چند مدت گذشت، دیر شده ایستاد است. با این خاطر صدا بلند کرد و گفت: در پسی در مادرت را گذاشتم، برآمده گیر، من رفتم. اما مادر همش را می دید، می شنید. نه سخن کردن می توانیست، نه جنبیدن. اما از هر دو چشم آب دیده جاری می شد. خلاص فرزند در را نکشاد. مادر کار کرده نمی توانیست، در همان سردی ماند. این برای مادر بسیار سخت بود، بسیار سخت. یک لحظه مادر به خیال رفت، به خودش گفت: نخواد همین ها فرزندان من باشند، فرزندانی که با دستانم کلان کردم، تمام عمرم را به اینها بخشیدم. نخواد همین ها فرزندان من باشن. اینقدر دوست شد می داشتم که هنگام جایشان درد می کرد من می سوختم. چند قدر شبها بیدارم می کردن، آبگویان این و آن. وقتی خورسندی آنها را می دیدم
من ده چند خرسند می شدم، اما غمگینی آنها را هم می دیدم ده چند برابر آنها غمگین می شدم. آیا پریوزش این است؟ امروز باشد در خانکی سردی گرسنه تنها گویان آب دیده می کرد. سحر فرزند کلانی خواست به کار رود، در را کشاد و دید مادر در همان جا جان به حق سپارید است. مادر است. کسانی که مادر دارن نمی فهمن. انسانی سالم خودش را داشته نمی تواند. من گرچند مادر دارم، اما خود را اداره کردن نتوانستم. به دنیا آمد تا دختری کسی شود، ازدواج کرد تا همسری کسی شود، فرزند زاد تا مادری کسی شود. برای همه کسی شد، اما خودش به کس ماند. به کس. خدا میگوید پدر مادرت را احترام کن، بر آنها کلمه اوف را استفاده نبر، کوشش کن که خودشان را تنها حس نکنند. حالا میشنوی؟ مرد هستی؟ مرد باشی زنگ زن به مادرت. مرد باشی زنگ زن، شاید چیزی لازم دارد مادرت. من قطع میکنم قصه ام را، اما تو زنگ زن.